یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و نزد پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا دل یهودای اسخریوتی را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. پس از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. نوبت به شمعون پتروس رسید. ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پای مرا بشویی؟ تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد، به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید. ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همه شما پاک نیستید. بعد از آنکه پاهای آنان را شست، لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست. آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درستم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من استاد و خداوند شما هستم و پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم با هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. حال که این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید.